زبان انگلیسی آلمانی میخوندم. بعد انتخابات که شد، چون من آدم اجتماعی بودم همیشه، یه خودی گرم بوده اینا، من به عنوان در واقع رئیس کلوب آلمانیا تو اونجا انتخاب شدم. بعد همسرم هم اونجا بود، جز همینا بود، چون اصلیت پنج چهار نسل نسل قبلشون آلمانی بودن. آشنایی با من سبب شد که به هنر علاقه من بشه. بعد اومد توی کار ما یه مقداری، ولی خب تو جمع ما ایرانی ها که قرار گرفت خیلی شیفته ما شد، چون گفت هیچ جمعی گرمتر از شما من، چقدر شما با همین، چون ما اون موقع خیلی با هم بودیم، واقعا با هم بودیم. به مرور خب عشق بیاد، و واقعا من به خاطر اینکه دوست داشتم زنم و با همه وجودم با هم ازدواج کردیم. خیلی از بزرگانی هم که الان تو مملکتن اونجا بودن، یعنی توی بعضیشون توی عروسی ما بودن. اون موقع البته کاری نبودیم، با هم دانشجو بودیم، داریم از سال مثلا 1353-54 اون موقع صحبت. بعد با هم رفتیم دانشگاه، با هم میرفتیم تظاهرات، با هم میرفتیم سر کار. یه جوری او هم تمایلات ما رو پیدا کرده بود، هم باورهای ما رو پیدا کرد. بعد دخترم به دنیا اومد که خب به نظر من، احساس من اینه که بزرگترین اتفاقی که برای من افتاد این بود، یعنی اصلا جهان بینی منو تغییر داد. آدم وقتی پدر میشه دیگه هرگز نمیتونه عقب برگرده، یا آدم دیگری درش متولد میشه. من برای اینکه درک عمیقی داشته باشم رفتم دوره لوماز دیدم، که حتی اگر مثلا خطرناک بود چطور یک زن بزاونی. من این دوره رو رفتم دیدم، چون مثلا هیجان داشتم که یه آدمی رو دعوت کردی به این دنیا. خیلی آگاهانه بود بچه دار شدن من، خیلی افتخار بود. من خیلی اتفاقا دختر دوست داشتم. من کلاس چهارم دبستان بودم، حالا میگم با خنده اینو، من میگم واقعا من بودم، من همه شما دو تا دختر داشتم، پسر داشته باشم یه دختر که این دخترم رو لوس بکنم. و واقعا این طور شد، من دو تا پسر دارم و یه دختر. این برای ما از اتفاق عجیب بود، و دخترمون هر کاری بگه براش میکنیم هممون، یعنی میگیم که این دختره، این حقش بیشتر از ما. و اتفاقای پی در پی که در زمان انقلاب افتاد موجب جدایی ما شد، باعث شد که هم اومد ایران، شیر خوش گیر نمی اومد، نمیدونم، چون تازه سر به دنیا اومده بود، هیچی گیر نمی اومد، مثلا شیر میخواستیم گیر نمی اومد. بعد یه روز بچه ما مریض شد، اینجا زمان اوائل انقلاب بود، مدتی از انقلاب یه ماهی گذشته بود، این بچه هم دو ماهه بود، نمیدونم یک ماه بود، همسن انقلاب تقریبا. ما اینو بردیم یه که اسمش این چیزای شخصی چیه مولا درمانگاه چیه توی خونه ستارخان باز بود. بعد به من یه لیست دادن که برو اینا رو بخر بیار، این داروها هم گیر نمی اومد. خیلی قایم کرده بودن یه عده داروها رو، چون نمیتونست اینقدر تموم شد. من این کاغذ رو رفتم، وقتی که برگشتم خانم من این دکتره رو داره میزنه، اونم قد بلند بود و محکم، و بعدم انقلابی بود، دختری نبود که، به یقه این دکتره رو گرفته بود و با میزد این دکتره رو اونجا به هم ریخته. من اول رفتم بریدم همسر منه، بعدم فارسی هر میزد، وقتی عصبانی میشه دیگه فارسی یادش میره، باشه انگلیسی. رفتیم بالا چه خبر دادم این بچه رو، اینا برای اینکه پول بیشتری از ما بگیرن، اون همون سیلیایی بود که من خوردم تو زندگی، اینا این بچه رگش دیده نمیشد، هی میخوام بهش سرم بحث کنم به یه بچه که بم بردیم پیش متخصص واسه این، هی زده بلد نبوده، مچ دست بچه رو پاره کرده. این هم ترسیده که بچه رو اینا الان میکشن، یه دفعه حمله کرده دکتر رو گرفتیم که پدر سوخته به بچه چی کار میکنی، اینو کتک زدن. من گفتم آقا این نمیشه دیگه اینجا بمونی. بعد هم یه روز خدا رحمت کنه آقای بازرگان ما نزدیک میدیم، گفت ببین الان موقعیت خوبی برای شما نیست، شما برو با خالوه و اقلام شدید دیگه، برو برو زندگی تو برو. ما تا رفتیم، خب چهار پنج سال بعدم که دیدیم نمیشه، یعنی
این انتخاب گروگانگیری افتاد، اونجا به هم ریخت، کارا از دست رفت. واقعا ما یه انقلابی بودم با همه وجودم. من میخواستم دنیا رو پشت رو کنم به عنوان یه نفر و باور داشتم که میتونم. خب طبیعیه که عاشق همه آدم های انقلابی دنیا بود، یعنی از چپ افراد بگیم مثلا عاشق از چگوارا ما بودیم، تا هر جنبشی که اتفاق میفتاد در هر جای دنیا اسم میگرم اینا یه تیکن، اینا هم باور کردن میشه این دنیا رو زیر رو کرد. برنامه رادیویی من می نوشتم، برادرم اجرا می کرد. اون موقع تلویزیون اینا که زیاد نبود، علیه این ظلم ها و اینا به خصوص در ایران برنامه فارسی رادیو ما داشتیم پخش می کردیم. بعضی وقتا نویسنده هاش من بودم. زمان انقلاب وقتی بودم یکی از نوارای کاست های من دم دانشگاه صدای من رو گذاشته بودم، من رو جالب رفت یه دونه خریدم یه دونه از این کاست ها. فیلمایی هم که میساختیم باز در همین زمینه بود که شما اولین کسایی بودین که فیلم‌ها رو خریدین از ما وقتی تو تلویزیون بودیم. مثل آغاز فیلمامون هم باز معلوم بود که ما دنبال همین مسئله ایم، اینکه شناخت از خود، حرکت و اینه که تو کلید جادو رو پیدا میکنی، یه روزی کافی توده های مردم رو بیان کنارتون. و خب این تو سینما، توی عالم هنر برای ما یک اتفاق بزرگ بود. میگم فهمیدیم چقدر ما داریم، چقدر ما خودمون ثروتمند بودیم و نفهمیدیم. مثلا من دیدم مثلا آدمی مثل گودار چیزی به من نمیده، آدمی مثل برسون چیزی در مقابل اینا چیزی به من نمیده که بتونه خلاقیت من رو بروز کنه. به این دلیل به شدت پایبند فرهنگمون شدیم، چون انسان مقید فرهنگه و فرهنگ در میتنه در وجود آدم. یه جایی میگیم وطن، یه چیزی آدم رو میتنه، من نمیدونم چیه. وقتی که از انقلاب پیش اومد یه کسی با این روحیه طبیعیه جز اولین کسایی که داوطلب میخواد به این انقلاب بپیونده. خیلی با طبیعی من پاشدم اومدم. من زن بچه‌ام تازه بچه‌ام چند وقتی بود، چند روزی بود به دنیا اومده بود، من بوسیدمش، وصیت‌نامه نوشتم اومدم ایران. به هر حال زمان ازهاری و اینا اومدم ایران و تو خیابونا شروع کردم به فیلم برداری و کنار مردم بودم. سال 57. بله. و اون موقع که میگه چرا اومدی، یکیش این بود، یعنی شوری بود که انگار تازه من رسیدم اینجا، اینجا جاش، اینجا میشه به اینجا یه جا رو به هم بریزیم. حسمون این بود، من حس اون روزا رو میگم، هیجان اون روزا رو میگم. اصلا برامون مهم نبود چی میشه، میمیری میکشی هر چی بشه. ما مجبور بودیم انقلاب بکنیم چون یه دستاوردمون از دست داده بودیم. رها کردنش برای مسئله بود. برای این دوست داشتم در جایی باشم که برای دفعه دوم برگشتم، چون دفعه اول که من همسرم رو نیاورده بودم، بچه‌م رو نیاورده بودم، خانواده‌ام اصلا اونجا بود، فکر نمی‌کردم هرگز برگردم اینجا. درس می‌دادم اونجا، کار می‌کردم، فیلم بردار بودم، فریلنس من برای همین کانال‌ها از ام بی سی بگیر اینا کار کردم و فیلمم می‌ساختم که اینجا نشون دادش. وقتی من برگشتم اونجا اصلا جو تغییر کرد، ظرف یک سال اصلا جو تغییر کرد، همه چی تغییر کرد، نگرش، معنی، همه چی تغییر. به خصوص وقتی که در ایران گروگانگیری شد و اینا، جو آمریکا کاملا علیه ما به هم خورد، موجب این شد که بودیم با همسرم برگشتم ایران. بعد مجددا چند روز فقط موندیم، باز برگشتیم، اول رفتیم فرانسه، بعد رفتیم آمریکا. بعد من دیدم طاقت نمیارم، من احساس کردم که یه بچه اونجا تولد پیدا کرده و منم بودم توش، دوست داشتم جزوش باشم. اینه که در 5 سال بعد برگشتم 1984. توازن جهان و توازن زندگی ما بیش از جهان به هم خورده بود. به هر حال برگشتم من و این دفعه بدون همسر. ازرائیل، یا سلیمان، ازرائیل را دیدم. او چنان خشمگین در من نگریست که تا مغز استخوانم لرزید. عجیب است، کار ازرائیل جان گرفتن است نه ترساندن. پروردگارا کار جهان را بر آن چه قرار داده
در نگاهت شکوه میبینم یا سلیمان، تو را چه میشود؟ کار تو جان گرفتن است، میخواهم بدانم چگونه به خود اجازه داده ای که مردم را بترسانی. متوجه نمیشوم از چه سخن میگویی یا سلیمان. تو امروز چنان خشمالود بران خواجه پیر نگریستی که آن بیچاره سرای خیش رها کرد و رفت. آری یا سلیمان، چون به امر حق به هندوستان شدم. نه نه، رحم کن. دیدمش آنجا و جانش بستدم. یه نیم طبقه به ما دادن توی جردن، ساختمون گلخانه، هر روز برس اونجا هست، ولی انگار شبکه شده، یه چیزی شده. گفتن چیکار؟ گفتم من این کارو باید بکنیم، من باید یه سری آدمو تعلیم بدم که بتونن فیلم انیمیشن درست بکنم، سریال انیمیشن. ما باید کلر و دبنه رو فیلم بکنیم، ما باید حکایت مولانا رو فیلم بکنیم. بعد اونجا به من اجازه دادن 10 نفر رو با امضای من استخدام بشه، و وقتی من امضا میکردم سیاسی عقیدتیونم دیگه کاری نداشت. خب اومدیم اینجا، شروع کردیم به کار کردن. بعد آقای صد محمد بهشتی شده بود رئیس فیلم و سریال. من که اصلا نمی‌دونم چی به چیه، کی رئیسه، که اینا رو آدم‌ها رو می‌شناختم. من برد رفتم اونجا و گفتم اینجوریه، و گفت چی می‌خواد بسازی؟ با آقای اسفندیاری منو معرفی کرد و گفتم آقا من می‌خوام مولانا رو بزنم. گفت خب بیا بساز. واقعا فکر نمی‌کردم بشه. اول نوشتم بردم دادم، یه هفته طول کشید. من اون موقع خیلی عجول بودم به عکس الان. بعد یه روز اومدم گفتم آقای بهشتی اگه نمیشه بذار ما بریم تو رو خدا، بی خودی ما رو علاف نکن. رفتیم در درس بود. بعد آقای بهشتی گفت خب بعد اینا رو یه دیگه هم اینجا هستن فلانن اینا. من گفتم آقا خداحافظ شما. من از اتاقشون اومدم بیرون، اینو برام جالب همیشه خاطر است، آسانسور رو زدم. اون آسانسور کار میکرد اون تعلق نمیدونم، زدم آسانسور هنوز نیومده بود. آقای عبدالله اسفندیاری اومد گفت مسعود بیا بیا، اینا امضا کردن بیا برو بس. ما رفتیم دوتا حکایت از مولانا رو ساختیم، هم یکی به اسم تصویر شکسته همین اجده ها بودی، که هم به اسم مردی که ازرائیل رو میدید و فرار از حضرت سلیمان میخواست که بفرستتش دوستا. اینا من ساختم اونجا. جنگ ها می آشتی آرد درست، مارگیر از بهریاری مار جست. مارگیری اژدها آورده است. بل عجب نادر شکاری کرده است. نفست اژدرهاست او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. کرمکستان اژدها از دست فقر، پشه گردد ز جاه و مال و صبر. منتها یه چیزای جالبی که بود به هم ریخته بود همه چی. من یه نامه نگردشم که دوست دارم اگه بعدا خاطراتمو نوشتم و زنده موندیم این توش چاپ بشه. یه چیزی بود 15-16 تا امضا پاشه برای اینکه دوتا لامپ به من بدن تو تلویزیون. بعد آخر رفتم پیش اون انباریه گفتم آقا این دیگه حیم، گفت برو امضای اینو بیار. ما میرفتیم آقای بهشتی اون بنده خدا میرم امضا رو میگرفت. بعد این دوتا آخر داشتم میومدم، آغاز آشناییم با یکی از این بزرگان تلویزیون شد. چیه میگودم ما دوتا لامپ میخوام گو بیا بابا ببینم. گو ببینم دو تا لام چرا نمیدی به این اینا. خلاصه گو ببین پول تو جیبت داری؟ گو بده بینا 1000 تومن بده بینا. 1000 تومن موقع خیلی پول بود. 1000 تومن گرفت داد یارو دو تا لام پورد داد. گو با نامه نمیخواد. اصلا یه نامه رو هم نگرداشت. وای پول بده ما بدیم بد. بعد من اون شکه اون مثل چک بعدی بود که تو گوشه من خورد برای اولین بار.
من فهمیدم که یه جایی فساد باز رشد خواهد کرد. این قسمتی از یک فیلم مستند است که به وسیله رژیم شاه به منظور تبلیغات ساخته شده. ما این فیلم را محکوم نمی کنیم برای چیزهایی که نشان داده است، بل فیلم محکوم است برای چیزهایی که نشان نداده است. آقای سید محمد بهشتی یه چیز خوبی که ازش من میگم، دو تا اتفاق برای من انداخت که خودش یکیش تاریخ ساز شد. من فیلم به سوی آزادی رو از انقلاب که گرفتم به مونتاژ کردم، قرار شد در اولین سالگرد انقلاب پخش شد، من به خاطر این اصلا برگشتم ایران این پخش. بعد آقای سید محمد بهشتی در اون زمان محصول پخش بود، این برای من جالب. من این فیلمو بردم اونجا نشون دادم. خب یه جایی بود که یه بچه 17 ساله رو شکنجه داده بودن، این پشتش تمام کرم گذاشته بود روی باستناش، اینا با سیگار خاموش کرده بودن. بعد من اینو همینجوری فیلم برداری کرده بودم واقعی توی بیمارستان هزار تخت خواب. گفتن اینا باید در بیاری. گفتم من در نمیارم. اونم تازه بودن، اصلا یعنی چی فیلمو در بیاری اینا؟ منم اونم آقای بهشتی بودم، من فیلمو در نمیارم، خودت میخوای بگیری پاره پوره بکنی بگیر بکن. چون خیلی دوستش داشتم، راحت بودم باشم، همیشه آدم راحتی بود، ولی من نمیکنم. آقای بهشتی فکری کرد و گفت این هیچی نگو، برو بده اتاق فیلم. ما بردیم دادیم و فیلم پخش، یعنی فیلم با همون شکلی که گرفته شده بود. این آقا پسر لخت بود که اصلا نمیتونست حرکتی بکنه، خوابیده بود و با همین وضع شکنجه و اینا از تلویزیون پخش شد. تنها کسی که از سفارت آمریکا فیلم آورد بیرون، اون توی 25 یا 26 بهمن ماه حمله کردن، سفارت آمریکا رو اشغال کردن، آقای سالیوارینا دستگیر شدن. آقای ابراهیم یزدی، دکتر ابراهیم یزدی و آقای سرهنگ توکلی و اینا از طرف امام اومدن، اینها رو سوار یه اتوبوس آبی رنگ کردن و بردن آزاد کردن، از مردم گرفتن، چون آقای سالیوان هم توشون بود. اینو من فیلم برداری کردم، همه رو کتک زدن، کتک زیادی خوردم، یه سری فیلم همو گرفتن نور دادن، اما فیلم من رو بردن بالاخره یه دو حلقه بیرون. یه حلقه رو به NBC فروختم در $2,000، نه برای پولش، برای اینکه نشون داده بشه، که اونا هم نشون ندادم. این جالبه، یه حلقه‌ش هم گذاشته بودم تو این فیلم و خیلی مهم بود که این فیلم نمایش داده بشه. Okay everybody be quiet, is that is gonna happen. بعد از آمدن دکتر یزدی، آمریکاییان داخل سفارت را سوار اتوبوس کرده و از محوطه خارج کردند. به طرفداری از این فیلم که میگم یه بخش از تاریخه، به دیوارا و اعلامیه و اینا چپیا دادن بیرون که آقای دکتر ابراهیم یزدی سالیوان نمیدونم فلان اینا رو آزاد کرد و فلان، شلوغ شد. آقای ابراهیم یزدی همون زمانی بود که دوباره سفارت آمریکا اشغال شده بود گویا، و آره دیگه 10 ماه بعد از اون بود، 2-3 ماه بود سفارت آمریکا هم اشغال شده بود، زیر فشار بودن. حالا جالبه که درست پس فردای روزی که این فیلم از تلویزیون پخش شد، آقای دکتر یزدی استعفا داد، که یه موقع انداختن گردن این فیلم. توی این شبنامه‌هایی که چپی ها میدادن بیرون اینا، گفتن آقا بر اساس با استناد فیلم فلان. این برام جالب بود که یه فیلم چقدر میتونه سرنوشت بسازه توی جامعه ملتهب. دیگه حوصله هم سر رفت، دارم تو سرم درس دادنم. کجا؟ توی همین جردن، اونم مال تلویزیون بود، ولی دیگه کاری به تلویزیون ندارم. نه از ما فیلم نمیسیم، بذار بریم یه دانش آدم درست کنیم، در واقع انیماتور در ایران درست کنیم. یه لیست من داده بودم به آقای دکتر جواد لاریجانی، ایشون توی سفری رفته بود برای ما ایربراش آورد و وسایل خرید، چون وسایل نبود تو ایران.
با خودمون از روی یه دونه دیسکی که از آمریکا من آورده بودم میزای انیمیشن طراحی کردیم، نجار آوردیم، درست کردیم. یعنی واقعا یه چیز عظیمی راه انداختیم. خب ما 20000 تا نقاشی کشیده بودیم. اون موقع هر سل قیمت داشت. اینا رنگ‌آمیزی شده بود. اینا تمام کلیله و دمنه طراحی شده بود توسط این آدما. یعنی ما میتونستیم یه سریال از کلیله و دمنه به زودی بدیم بیرون. یه نقاشی یا طراحی مثل آقای مسعود دشتباد، یه پژوهشگری مثل آقای میثم، خسرو میثم، همه دور ما آدم، یعنی یک تیم قوی اونجا ما درست کردیم. خونه بی تو خیلی خلوته. آقای سید محمد بهشتی هم بنیاد فارابی تازه اومده بودیم توی این خونه که الان خونه قوام السلطنه توی سیتیر. گفتیم آقا ما دیگه تلویزیون کاری نداریم، اومدیم کار بکنیم. محمد آلاتوش اونجا بود، علیرضا رئیسیان اونجا بود، ایران میمادن کلاسای ما. گفت محمد گفتش که چیزه توی آقای زهرین رفته کانون پرورش فکری، بریم اونجا یه فیلم بسازیم. پرسه ما رفتیم کانون پرورش فکری، فیلم با من حرف بزن رو ساختیم. جز اولین فیلمای بود درباره جنگ، درباره یک کودک کرولال بود که برادرش میرفت جنگ و شهید میشد. تورج منصوری گذاشتم مسئول نور برای اولین بار، محمد آلاتپوش برای اولین بار گذاشتم پشت دوربین، برای اولین بار علیرضا رئیسیان که دانشجوی مدرسه هم بود اونو گذاشتم دستیارم. به غیر از خانم خوربش که بردیم نقش مادر رو بازی کنه، همه رو کسی نمیشناخت. محمود کلالی رو گفتن آ یه عکاسی اینجوری، اون موقع هم تازه زخمی شده بود تو جبهه، نمیدونم ترکش خورده بود. من عکساشو دیدم گفتم فوق العاده است. گفت میخوام براتون مجانی عکس بگیرم. گفتم نه ما 5000 تومان میدیم. محمود هم شد عکاس صحنه. ما فیلمو ساختیم که بعدش میگم دوچار این سانسور شد و اینا، خیلی اذیت و آزار منو دادن و فیلمو کردن 30 دقیقه. ما اومدیم بیرون، از کانون اومدیم بیرون، فهمیدیم آقا اینجا یه باندیه نمیذاره ما کار کنیم. هر چی آقای زهرینم بنده خدا کمک کرد و اینا، نمیشد. میگه بالاخره من اینا رو آوردم، باید اینا بیان یه حرفی بزنن. فیلم موفق بود خوشبختانه. من خیلی خوشحالم که اون فیلمو ساختم. جزو کارهایی که بهش افتخار میکنم.